متواضعین. درودی بر شما آقای سیاوش عبستای عزیز. استاد شرفشاهی عزیز، آرزو دارم که حالتون خوب باشه، شاد باشید. درود دارم به برادرم مهندس امیر شجره، کارگردان برنامه آقای شهرتی عزیز و همه مهمانیارانی که نشستن اینجا و ما رو. بسیار ممنون. استاد شرفشاهی، مهمان نخست شما مثلا همیشه خبرهای خوب و همه رو گفت دیگه. بسیار درده با فرانسه ما یه فیلم کوتاه داریم که ما رو همین گابریل اتل هست اگه کارگردان برنامه آماده بکنه. پیش از اینکه وارد بحث اساسیمون بشیم در مورد مکرون که شما خیلی دوستش دارید دو کلمه صحبت کنم. اون اینکه مکرون از اون آدمای خیلی زرنگ و هفت خط روزگاره. من یادم میاد وقتی که نیکولا سارکوزی که دوست من هست از دیرین، از زمانی که ایشون وزیر بود و شهردار نوعی بود و اینها با من رفیقه، وقتی ایشون رئیس جمهور شد من به فرانسوی یک مقاله نوشتم و گفتم نیکولا سارکوزی. گفتم این سارکوزی در ایران ما رسمه که تو قمارخونه ها میگه سارکوزی یا رو گرفته اینا. این نیکولای سارکوزی هم که مادرش خانم ملاح ریشه ایرانی داره و از یهودیان ایران هست و پدرش یونانی و چه و چه چه میشود و چه میشود. بعد همون موقع رفیقم مهندس شجره پاریس پیش من بود، وقتی دید و برش ترجمه کردن گفت بابا توی رئیس جمهور فرانسه رو میگی سارکوزی. تازه رفیقت هم هست. گفتم امیر جان ما با کسی شوخی نداریم تو زندگی، رفاقت ما با همه رفیقیم، یعنی ما واقعا رفاقت، ولی با کسی شوخی نداریم. حالا مکرون استاد چرفشایی یک سال پیش از این که اصلا نامزد بشه من به خودش و در یک محلی بودیم، شخصیت مهم فرانسوی بود، خانم منم بود، گفتم تو بچه خوشگل، به فرانسه میگن بوگوس، مهمان برنامه تون خوب متوجه میشین مهمان اول، گفتم تو بوگوس رئیس جمهور آینده فرانسه. گفت نه 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 اصلا من هنوز هلند اینجاست. من اصرار کردم، خانمم هی میزد رو پای من میگفت بابا ولش کن دیگه سر میز شام میشه سعودی، اصرار نکن. گفتم بابا آخی رئیس جمهور خودش هم نمیدونه. و خلاصه یک سال بعد، یعنی دقیقا 11 ماه بعد نامزدی خودش رو اعلام کرد و رئیس جمهور شد. این پیش درآمد کمک میکنه به اونی که میخوام بعد از این قضیه بگم بهتون استاد چرفشوی، که دنیا رو یک حساب کتاب تانک ها میگرده، همونچون هر دنبیلی نیست، هر کسی بیاد هر کاری، برنامه است، نظم داره هستی رو نظم میگرده. حالا مکرون واقعا یه سیستم خودش باهوشه و سیستم خوبی هم پشت سرشه. باهوشیش اینه که استاد چرفشایی این اول از همه اومد یه حزب ساخت که حزبش یک شبه 200,000 نفر عضو پیدا کرد. همون موقع یک شبه حزبش 200,000 نفر عضو پیدا کرد. بعد وقتی که رئیس جمهور شد تمام کاسکوزه های چپ و راست فرانسه رو به هم زد. این پیرپاتالا و دایناسورهایی که یک عده سوسیالیست بودن، یک عده راست بودن، یک عده چه بودن، همه رو به هم ریخت. به دنیا ثابت کرد که همه حرفا بهانه است، بهانه پست و قدرت و ثروت است. و به هر کی ایشون پیشنهاد کرد اومد تو دولتش، سوسیالیست بود، چپ بود، راست بود، خودش از با سوسیالیستا بوده مکرون، ولی اومد و همه باش کار کردن. بعد نکته خیلی قشنگ و زیباست تا چرفشایی نخست وزیر، خیلی اونه که کارار میکنه باید ببر مجلس رای بگیر اونا، این هر چی کار در و داغون بود در رابطه با این بلاک روک، بیمه اجتماعی جهانی که داره میشه و بعد بایستی خودکشی، یعنی اتانازی آزاد بشه و آدمایی که دیگه خلاصه این یا مثلا قانون بازنشستگی که بیمه درمانی چون داره خصوصی میشه دیگه نباید زیاد حقوق بدن به بازنشسته ها و باید اینو بیشتر کار بکنن، و یا مثلا آخرین قانونش قانون مهاجرت بود که خیلی سفت و سخت هفته پیش همین خانم الیزابت بورن به تصویب رسون. الیزابت بورن خودش سوسیالیست بود، ولی قانونی که تصویب کرد هفته گذشته استاد چرمچه همه سوسیالیست ها باش درگیر شدن، حتی وزیرش استعفا داد. یعنی مکرون یا مثلا جان کستک رو که آورد هنگام اون بیماری کرونا بود و اینها، این یه فرد رو یهو آورد که
اصلا کسی فکر میکرد نمیکرد این نخست وزیر بشه، ولی قشنگ تونست اون سیاستی که ایشون میخواست اعمال کنه در ارتباطی اون اعمال کرد و تا الی آخر. اولیش ادوارد فیلیپ بود که از یاران شیراک بود و آلن ژوپه و اون راست بود باز نخست وزیرش. با همه اینا تونست خوب بازی کنه، بازیاش که تموم میشد میذاشت کنار و میذاره کنار. مثلا خیلی جالبه بدونید که واقعا خانم بورن، الیزابت بورن که سوسیالیست بود، این قانون خیلی بدی رو برای مهاجرت به تصویب رسوند، اینو بیرونش کرد. یعنی وقتی کارش تموم شد پریشب بهش گفت خانم دیگه خداحافظی کن برو. توی یک نامه‌ای که الیزابت بورن داد استعفاشو اعلام کرد گفت دیگه حالا چون شما که سیدیر انتخاب کردیم گفتیم ما خب بریم و اینا، خب چشت که ما رفتیم خداحافظ. یعنی این سیستم حکومت مداری این جوان که از بانک و بانکداری میاد، سابقه سیاسی نداشت، یهو میاد حزب میسازه و برنده میشه. ایشون در بانک روتشیلد کار میکرد، همچنان که میدونیم خانواده روتشیلد و فوندیشن های جورج سوروس اینها نقش مهمی در چه دارن. این اومد و خلاصه رئیس جمهور شد و دو دوره و خیلی هم قاطع مواردی که حتی مجلس تصویب نمیکرد بر اساس یک ماده آس رو میگرد اینا رو تصویب شد. حالا همه چیز رو دوستمون گفت، ولی خوبه که یه فیلم یه دقیقه رو از این گابریل اتل ببینیم و بعد وارد مبحث اصلی بشیم. استاد چهارم در خدمتتون هستم. کارگردان من alors oui je suis jeune j'ai 34 ans. Mais je veux rappeler qu'on peut avoir 34 ans et de lourdes responsabilités. گابریل اتل همه تلاشش رو داره میکنه که در انتخابات ریاست جمهوری، چون دیگه مکرون نمیتونه شرکت بکنه. ولی من یک نکته رو اشاره بکنم، اونی که خود مکرون پیش از این که رئیس جمهور بشه اعلام کرد، اون بود که گفت یکی از این مشاورای من که یک دختر سیاه‌پوست آفریقایی است، گفت به من گفته مکرون اینو بدون که فرانسویا به همجنس باز رأی نمیدن رئیس جمهورش بخورن. و بعد اونجا بود که اون اومد خودش اعلام کرد مکرون اون سال که آره اینو به من گفته و خلاصه من میگم با فلانی که رئیس رادیو تلویزیون فرانسه است پسره با هم عروسی کردیم، این چرت من نیستم مثلا اینجوری گفت. حالا گابریل اتل این تیکه رو فکر نکرده که همجنسگرا بودنش بهش کمک نخواهد کرد که رئیس جمهور فرانسه بشه، یعنی نمیشه. فرانسوی استو چرفشایی به دو تایفه رای نخواهد داد، یکی راست افراطی که خانم مارین لوپن هست با اینکه خیلی سوکسه داره، یعنی محبوبیت داره الان، راسته به هرگز رای نمیدن فرانسوی ها و به همجنسگره ها رای نمیدن ریشه این فرانسوی. حالا خواهیم دید در انتخابات. اما استو چرفشایی اگه شما فرمایش دارید و اگر من میخوام در رابطه با این جنگ اسرائیل و غزه و یک اطلاعات بسیار مهمی بایدون صحبت کنم. البته از کنم خدمتون که استاد شرفشایی جنگ اسرائیل و
فلسطینی ها وارد چهارمین ماه خودش شد، یعنی داره چهار ماهه میشه. این جنگ رو امروز که من دارم با شما صحبت میکنم، همه تقریبا اکثریت شخصیت های سیاسی جهان، به ویژه شخصیت های یهودی تبار، یعنی این رو من تأکید کنم که یهودی تبار، اون دو که من مرتب اخبار رو دنبال میکنم، همه خواهان توقف این جنگ هستن، یعنی دیگه نمیخوان که این جنگ ادامه پیدا بکنه. خصوصا همه رو بیم میدن از این که لبنان وارد این جنگ بشه، یعنی اسرائیل الان نیروهای زیادی رو آماده باش داده، آماده کرده و داره منتقل میکنه از غزه که تقریبا اونجا پاکسازی شده به سوی لبنان، یعنی هدف اینه که یک جنگ گسترده در لبنان صورت بگیره با لبنان، حزب الله چون تو لبنان با لبنان. بر همین اساس شخصیت های زیادی، یعنی واقعا از رئیس پیشین موساد گرفته که انتقاد میکنه به بنیامین نتانیاهو و انتقاد کرده گفته این جنگ نباید گسترش پیدا بکنه، تا رهبران کشورهای دنیا. آنتونی بلینکن الان امروز رفته بود عربستان سعودی، از عربستان سعودی رفت پیش بنیامین نتانیاهو، باش جلسه ای داشت، قاطع گفت که ما از تو حمایت میکنیم، از اسرائیل، به خاطر اینکه زیر هجوم تروریستی حماس واقع شده در 7 اکتبر و غیره، ما با شما هستیم در این شکی نیست، ولی ازش خواست که یک تحمیل نکنه مهاجرت رو به فلسطینی ها که خارجشون بخواد بکنه از غزه، و دوم اینکه مهاجران شما رو اجازه بده که برگردن به خانه و زندگی خودشون. اینطور که من در تلویزیون اسرائیل شنیدم همین الان، بنیامین نتانیاهو با این مخالفت کرد که اینها جابجا بشن از شمال به جنوب و غیره، ولی این قول رو داد که جابجا نکنه، یعنی از غزه اینا رو اخراجشون نکنه که به سوی اردن برن یا به سوی مصر برن و غیره، 1 میلیون یا 2 نفر 2 میلیون فلسطینی، که خب البته این بستگی داره که در آینده ببینیم چی پیش میاد. بعد دیوید کامرون نخست وزیر پیشین انگلستان و جرمی که میدونید اونم رهبر، جرمی کوربین رهبر سابق حزب کارگر هست، اینها هر دوتاشون اعلام کردن که از این که میخواد دادگاهی تشکیل بشه، که دادگاه تشکیل میخواد بشه با خاطر اینکه نسل کشی، به عنوان نسل کشی اسرائیل رو محاکمه بکنن، جرمی کوربین که رئیس سابق حزب کارگر انگلستان هست، که اصلا گفته بایستی خود دولت انگلستان از این شکایت پشتیبانی کنه، یعنی بایستی مثل کشورهای دیگه پشتیبانی بکنه و اسرائیل رو به عنوان نسل‌کشی در دادگاه به محاکمه بکشه. این خیلی مهمه استاد چرفشاهی، به خاطر اینکه الان بعد از 84 روز که 94 روز که از جنگ میگذره، وارد چهارمین ماه شده، تقریبا جو جهانی به گونه ای هست که همخوانی با بنیامین نتانیاهو نداره، و خود اینها حتی همین امشب شخصیت های یهودی فرانسوی و غیره، جالبه بدون دوستا چرفشایی که شخصیت هایی که خودشون هویت یهودی دارن و دیپلمات هستن، سیاستمدار هستن، شهردار هستن، وزیر هستن، چه هستن، اینها جملگی به بنیامین نتانیاهو اعتراض میکنن، و حتی تلویزیون خود اسرائیل رو که گوش بکنید و همه زبانها برنامه داره، در خود تلویزیون اسرائیل نیز شخصیت هایی که میان الان دیگه خیلی بیشتر هستند که به بنیامین نتانیاهو انتقاد میکنن به خاطر این مسئله، و تمام تلاش اینها هم جهان هم این هست که میترسن اگر به لبنان جنگ زیاد کشید بشه، الان میزنن، الان اون خمپاره میزنه، این جواب میده، هر روز کشته میشه، اون اینا بیمینه دارن که جنگ شدت که پیدا بکنه بعد ایران وارد کار بشه. وارد کار شدن ایران رو اینها میترسن، به خاطر اینکه استاد چرفی یک واقعیتی است که به زبان بی زبانی اینها خودشون میگن که ایران جمهوری اسلامی
بمب اتم رو داره. این بمب اتم رو داره رو که خود خامنه ای استاد شرفشاهی 30 سال پیش گفت. بعد درست مثل جریان حماس که عصر اومد حرفشو پس گرفت، همون موقع اومد حرفشو پس گرفت. همون شب که اون حرف رو زد 30 سال پیش، من با مشاور نظامی فرانسوا میتران رئیس جمهور فرانسه مصاحبه داشتم که مصاحبه الان رو اینترنت هست. وقتی اونجا من مطرح کردم که علی خامنه ای گفته ما بمب اتم داریم، اون سال شخصیت فرانسوی گفت چون پاکستان داره، فلان داره، فلان داره، بمب اتم الان یک مسئله یه برای حفاظت از مرزهای هر کشوری. که بعدن دیدیم کار به جایی رسید که گفتن که آقا نه، اصلا خامنه ای گفته که بمب اتم ممنوع، حرامه، تحریمه از نظر شرعی و غیره. ژاک شیراک وقتی رئیس جمهور فرانسه بود، صبح ساعت 11 گفت که اگر ایران 2 تا بمب اتم داشته باشه، تهران که داره، این تا بخواد 2 تاشو منفجر کنه، اسرائیل که 10 ها برابر اون داره، تهران رو با خاک یکسان میکنه. بعد ژاک شیراک هم استاد شرفشاهی بعد از ظهر این حرفشو پس گرفت. یعنی طی این سالها تلاش بر این بوده که همش بگن داره نداره، داره نداره، و همینجور رفته. ولی با تمامی آنچه جهان میداند امروز، ایران جمهوری اسلامی بمب اتم داره. برای همینه که اینها میترسن که وارد این معرکه بشه. اما نکته مهم که میخوام با آگاهیتون برسونم اون اینه، بخشی از قدرت جهان، یعنی همینطور علی آباددهی نیست، همین علی گلی بابایی نیست که دوید کامرون و جرمی و عرض کنم خدمت تو شخصیت های فرانسوی که من نمیخوام اسم بیارم، هنرمنده یهودی تبار اینجا امضا کردن، اینا همه اومدن پشت این قضیه. و خود شما هم فرمودین چند وقت پیش در برنامه‌تون مطلع هستید که میلیون ها دلار فوندشن ها یعنی بنیاد های متفاوت و رنگارنگ جورج سوروس در کمک به تظاهرات فلسطینی ها از سال ها پیش داده تا الان. یعنی جورج سوروس الان با اینکه پسرش الکساندر رو جای خودش گذاشته و کمپانی عرض کنم خدمتتون اوپن سوسیتی که در این باره باید یه روز مفصل صحبت کنیم توسط کسی دیگه است، ولی جورج سوروس یک مانع بزرگ و اصلی بنیامین نتانیاهو رو میدید و برای همین از رقیبش سالها پشتیبانی کرد. و چون خودش هم بیشتر سوسیالیسته و اعلام هم کرده و میکنه که من سوسیالیستم، جورج سوروس، ولی دینش و مذهبش و همه چیزش توی بارها اعلام کرده، من تو برنامه شما پخش کردم صدای خودشو، میگه من فقط پول سازه. در رابطه با این پولسازی سوروس که تمامی کمپانی های حقوق بشر و اینا از عفو عمومی گرفته و پزشکان بیمه و نشون دادم تو برنامه خودم، همه اینها زیر نظر سوروس هست. سوروس وجود شخص بنیامین نتانیاهو رو که مثل پوتین خودسر هست، یعنی گوش به حرف کن نیست، قابل کنترل نیست، رو خطر میدونست. و بر همین اساس الان چون این جورج سوروس کمپانیش و قدرت جهانیش و قدرت جهانیه پشت این قضیه هست، پشت این قضیه که بنیامین رو به زمین بزنه، شکی نداشته باشید که تا چند وقت دیگه اگه از ببینین که جنگ گسترش پیدا نکنه، ایران واردش نشه، بنیامین نتانیاهو رو که در شرف محاکمه و خطرناک بود وضعش، خود اسرائیلیا، چون اسرائیل یکی از دموکرات‌ترین کشورهای دنیاست، دموکراسی که در اسرائیل وجود داره استاد شرفشاهی در فرانسه وجود نداره، آزادی بیانی که در اونجا وجود داره در اینجا وجود نداره. همین امروز، همین الان یه ساعت پیش، خود تلویزیون اسرائیل عکس 9 تا مثل اینکه کشته اسرائیلی رو سربازا نشون داد، گفت 9 تا امروز کشته شدن، ولی جای دیگه اینا رو سانسور میکنن نمیگن. یا مثلا همین تنشایی که در رابطه با از کنم خدمتتون بنیامین نتانیاهو هست رو پنهان میکنن، جایی نمیگن. خطر، چون خطر بسیار مهمی. از اون طرفم قدرت جهانی، یعنی سوروس قدرت جهانیه، آقای بایدن، من دیگه نخواستم به شما زحمت بدم به بچه‌ها عکس‌ها زیاد بفرستم، ما عکسای سوروس رو با همه این آدمای خودش که تو دنیا رئیس جمهور هستن
وزیر هستن داریم استاد شرفچایی، از اوباماش گرفته چون دموکراته، در امریکا ایشون دموکراته، در کشورهای دیگه سوسیالیسته و چون با این سوسیالیسم و حقوق بشر و آزادی و جامعه باز و دموکراسی اهداف بهتر پیش میره تا با خشونت و چه و چه. حالا از این آقای بایدن که من اصلا قبل از اینکه انتخاب بشه تو برنامه شما، تو برنامه خودم گفتم، آرشیو ما هست، یک سال قبلی که وقتی ترامپ هنوز رئیس جمهور بود گفتم که سوروس 2 میلیارد دلار روی بایدن سرمایه‌گذاری کرده، بایدن رئیس جمهوره. الان ما میبینیم که یک سری خواسته هایی که داره بایدن از طریق آنتونی بلینکن منتقل میکنه به نتانیاهو و مرتب رد میشه، هم آنتونی بلینکن ریسک اینو خواهد کرد که در آینده برکنار بشه و هم بنیامین نتانیاهو، یعنی این تحول بایستی وجود بیاد تا این یک دستی رو داشته باشه. البته همه آگاه هستیم و میدونیم، جهان هم میدونی که این بازی اگر متوقف نشه استاد شرفچایی، یک خطر بزرگی، همون خطر دو دستگی جهانی تثبیت میشه. چرا تثبیت میشه؟ چون در این سال 2024 ما انتخابات مهمی در جهان داریم. این انتخابات مهم اگر با وجود این جنگ پیش بره، اون دو تا کشور مهمی که هستن، یکی جمهوری اسلامی ایران و یکی روسیه، انتخابات هست، اونا برنده میشن. یعنی علی خامنه‌ای در اسفند ماه امسال مجلس خبرگانش رو موفق میشه و رهبری نظامش رو انتخاب میکنه، یعنی قائم مقام رهبری معرفی میشه استاد شرفچایی. و من خبر دارم که خامنه‌ای با تشکیلات جهانی سوروس دیل کرده روی جانشینی خودش، و کسی که جانشینش خواهد شد دیل شده است و تصویب شده است. چون برای اینا استاد شرفچایی از سالها پیش، این واقعیت رو من باید به ملت ایران بگم که گول نخوریم گول این اپوزیسیون های قلابی که هر چه ما کردیم طی این سالها که بتونیم یک وحدتی به وجود بیاریم در اون هنگامه اتحاد که مردم ایران میلیونی تو خیابون در خارج و در داخل چه هستن، یه حد زبطش قمتون میشه میره. این نهایت شرمیست که کسی خود چه اپوزیسیون بدونه و ولی ندونه که حرف اول الف بای یک اپوزیسیون و یک اتحاد، اتحاد مخالف با مخالفه. من که نمیخوام با هم فکرهای خودم متفق بشم، ما اگر این دولت معرفی کردیم اون دولت توش یه آدم های مخالفی هم هستن، با هم مخالفن، منم باشون مخالف بودم، ولی اون همین حرفی که امروز مکرون هم گفت، هر کسی که نسبتا رأیی در جامعه داره بایستی در انتخابات اون مملکت شرکت کنه، و این رو شوربختانه کاری کردن که از سالها قبل غرب استاد شرفچایی به این نتیجه رسید. از زمان کرلوبی استاد سپهر ذبیح استانفورد امریکا از قدیمی ها بود، با سازمان سیا کار میکرد، چند بار منم دعوت کرد اونجا آمدیم سخنرانی کردیم. اون موقع استاد شرفچایی، آمریکایی‌ها اومدن گفتن تنها راه اینه که ما تو خود ایران اپوزیسیون درست کنیم از اینا، چون اینایی که خارجن همشون دربداغونن، اپوزیسیون نداریم. تا سر به زنگاه میشه یا فاطمه خانم به جایی که قرمه سبزی شو بره بپزه، میاد اتحاد رو به هم میزنه. حالا شوربختانه اینها هم سرمایه گذاری رو خود ایران کردن، تشکیلات جهانی و نظم نوین جهانی، و این خطرناکه برای ما و برای جهان که تروریسم توسعه پیدا خواهد کرد شوربختانه، و قدرت های خشن و تروریست به جایی که از قدرت کنار بگیری بکنن سر جاشون وای میستن، و ما میبینیم که جنگ اوکراین ادامه پیدا خواهد کرد. تمام جهان عرب استاد شرفچایی در 2 مرحله شاید هم 3 مرحله با اسرائیل اومدن به جنگن، یه هفته نکشید جریان تموم شد. شوخی که نیست که اگر الان میبینیم ادامه پیدا کرده، این سید علی خامنه‌ای یا هانیه مانیه چارتایی تروریست نیستن، این همین قدرت جهانی که مخالف بنیامین نتانیاهو است، میخواد این شخص از قدرت بندازه کنار و یک دست کنه. اسرائیل در جهان مهمه، اسرائیل نمیتونه جدا از بازی سوروس عمل بکنه. برای همینه که قاطع، حتی من یه نکته دیگه بدم، رئیس اوپن سوسیتی سوروس دیروز یک بیانیه داد که
کوبیش به دست من رسید، ایشون در اونجا تاکید میکنه که جنوسید در اسرائیل انجام میده خیلی مهمه، یعنی نسل کشی میکنه. میگه در دو جا داره نسل کشی میشه، یکی اوکراین یکی اسرائیل، یک قدرت بزرگ جهانی که بر 130 کشور داره حکومت میکنه و اوباما رو اون آورده، بایدن اون آورده، من اسم بقیه دیگه نمیخوام بگم. و تو ایران هم ظریف گفت، برای شما پخش کردم، که از زمان خاتمی و قبلش در خود ایران هم حضور داشته. اینه که این یه خطری است که توقف جنگ کمک میکنه که تروریسم در جهان متوقف بشه و سرزمین ما دست این آخوندهای جانی تروریست نیست بیاد بیرون استاد شرفشید. بله، این سروس و جمهوری اسلامی رو حمایت میکنه از پشت و در حال یکی از دلایل ماندگاری اصلی رژیم که تکون نمیخوره همین سروسه که سیاستاش اینه که این رژیم باید بمونه. امریکایی هم همینه میخوان، به قول شما آقای بایدن هم به این سروس کمک بکنه پول میده به خاطر اینکه این طرحاش و اینا بمونه. ولی لبنان و در حال اسرائیل و اینا باید توجه داشته باشیم که لبنان یه کشوریه که فرانسه چون قبلا اونجا در حال در اختیارش داشتن کشور دولت ها، الان داره از همباره مثل گذشته از لبنان حمایت میکنه. کسی نمیتونه به لبنان به اون شکل که بخواد اسرائیل دلش بخواد حمله بکنه. اینی که میبینیم یه مقداری میاد یه حمله کوچکی میکنه در اونجا و میکشه بیرون، به خاطر اینی که به حال فرانسه پشت دولت لبنان ایستاده و کسی نمیتونه در لبنان دخالت‌های سیاسی بکنه. بله درست میفرمایید استاد چرفی، کاملا درست میفرمایید. داره یک خبر بهت بدم که جالبه. ما اینجا وزیر فرهنگ فرانسه‌مون یک خانم ارمنی، حالا بگیم مسیحی بگیم، مسیحی لبنانیه، خانم عبدالملک وزیر فرهنگ اینجا، وزیر فرهنگ فرانسه است و مطمئنا روابط بسیار خوب داره. مطمئنا هم به خاطر همین هست که چش. ولی یادتون نره استاد شرف شهید، یادتون نره من دیگه هرگز این گونه نبوده، ولی ما هرگز دروغ نمیگیم. تحت تاثیر 4 تا بچه که میان توییت میزنن فلان میکنن اینا نیستیم. ما حرفه‌ای هستیم، ژورنالیست حرفه‌ای، نویسنده حرفه‌ای، پژوهشگر حرفه‌ای، برنامه‌ساز حرفه‌ای، راستشو به مردم میگیم. استاد شرفشهی، لبنان درسته که نخست وزیر باید سنی باشه، رئیس پارلمان نبیه بری 30 خورده سال شیعه است و رئیس جمهور بایستی مسیحی باشه، ولی استاد شرفشاهی قدرت سال هاست در لبنان در دست حزب الله هست، یعنی حزب الله لبنان هست، چون نبیه بری خودش حزب خودش داره، حزب عمل داره، افواج المقاوم لبنانیه، همون مال امام موسی صدر که مونده ایشون رئیسشه، ولی خب با حزب الله متحده. مسیحیان چند هستن در لبنان استاد شرفشاهی؟ ولی اکثریت اینا با حزب الله هست، یعنی اگر حزب الله توافق نکنه از بشیر جمیل بگیرید و برادرش تا به امروز هر کسی رئیس جمهور شده اونجا با توافق حزب الله لبنان بوده. چرا؟ چون حزب الله لبنان پولهای جمهوری اسلامی ایران رو داره و این پولی که پخش میکنه به همه میده، الان همه نوکر پولن، خونهایی که خراب شد، پلهایی که خراب شد، چههایی که نابود شد، همه رو جمهوری اسلامی. مردم ما نان ندارن بخورن، مردم ما خودکشی میکنن از بینانی و بیکاری، اینها رو جمهوری اسلامی سرازیر لبنان کرده و جای دیگه میده. بر همین اساس حزب الله استاد شرفشاهی بسیار قوی است، نه تنها در اونجا، من اینم به شما بگم بدونید، حزب الله با سرمایه گذاریایی که در خارج از لبنان کرده، ببینید در اروپا، در اروپا و آمریکا هم قویه، در اروپا و آمریکا قوی هستن اینها. شما دیدید دیگه حتما عاشورا تاسوعا که میشه، اینها کاروان سینه‌زنی و زنجیرزنی رو راه میندازن توی
آمریکا و کانادا و لندن خوشبختانه تو پاریس ما اجازه ندادیم نمیذاریم و راه میندازن، بعد از پاکستانی و لبنانی و فلان هم میارن توش، معدود ایرانی هست. اینه که لبنان تو دست جمهوری اسلامیه، یمن تو دست جمهوری اسلامیه، حوثی ها در یمن هست. اینا واقعیت رو باید بگیم. یعنی اگه دشمن فکر کنیم که با فش خوارمادر میتونیم بندازیمش و حیف چه بکنیم چه بکنیم، دنیا الان داره خودش هم همینه میگه. این که آنتونی بلینکن این اون میرن آقا لبنان نزنیم، وارد لبنان نشین، ایران وارد جنگ نشه، فلان نشه، چون این نابکاران. ما الان داریم میبینیم که 7 کشور توی جنگ دخیلن. ولی استاد چرشوی برید آمار بگیرید، من اطلاعات کامل و دقیق دارم. اینها در آفریقا نیرو دارن، در خارج از اروپا و غرب نیرو دارن. این میلیاردها دلار پول ما استاد چرشوی توی این 44 سال یه دشی که آمریکا و اینا بالا کشیدن، ما 975 میلیارد دلار از زمان پادشاه تا امروز 975 میلیارد دلار تو آمریکا پول داریم، پولای ما رو بالا کشیدن و جای دیگه همینطور. خب وقتی چنین کشور ثروتمندی ما هستیم، اینها میلیاردها دلار هم توی 44 سال دادن، تمام دنیا آدم خریدن استاد چرفچایی، ولی 970 میدونید اینجا میگن یعنی فلان کس بیل گیتی فلان میگن پول داره 2 میلیارد 4 میلیارد 3 میلیارد داره. 975 میلیارد دلار آمریکا به ایران بدهکاره، چین چند میلیارد بدهکاره، انگلیس چند میلیارد بدهکاره، هند بدهی داره. همین لیستش من بخوام به شما بگم یه روز به هر ایرانی یک ماشین و یک خونه خوب میرسه، به هر ایرانی 90 میلیون ایرانی با این پولای ما که اینا بالا کشیدن شوربختانه، به خاطر وجود یک حکومت نابکار ضد ایرانی فاشیست تازی و تروریست. بله، و به همین علتی که امریکایی‌ها و اروپایی‌ها از این حکومت حمایت میکنن، به خاطر اون همه ثروت کرانی که به راحتی جمهوری اسلامی توزیع میکنه در سراسر دنیا و بعدم در لبنان و در خاورمیانه. این پولایی که واقعا میده به حزب الله، خب نمیشه دیگه حد خاصی داشته باشه، به وسیله اونا در منطقه اجرا میکنه. میبینیم اونجا یه دفعه یه جنگ و گرفتاری و کشتاری درست میشه، پشت پرده جمهوری اسلامی ایستاده. بله، بسیار از شما سپاسگزاریم. دیگه مطالب دیگه باقی نمونده در حال. اگه وقت هست که مطلب زیاد استاد چرفشوی، پرسشی هست من پاسخ بدم. نکته دیگه استاد چرفشوی باید بدونیم که شوربختانه جریان ما که داریم رو به نابودی میریم، کشور برادر و همسایه‌مون افغانستان نیز در همین وضعیت هست. شرایط بسیار بحرانی و خطرناکی داره افغانستان و هر روز همچنان که میبینیم درست بدتر از ایران داره پیشرفت میکنه این اسلامگرایی. توی ایران اگه برای یه چادر و روسری و نماز، امروزی که از چیزای مسخره که واقعا وقتی من برای دوستان فرانسوی میگفتم میخندیدن، استاد این بود که استاد چرفشایی شرکت فولاد ایران و مردم رو از کار نگه داشتن، سر زور گفت آخوند آوردن که نماز بخونیم و بعد این نماز رو مستقیم از رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی پخش سراسری کردن. بعد ما چه افتخاری اولاغها تبریقیم. احمق ایلون ماسک داره میره سفر فضا، فیروز نادری عزیز من که از جهان رفت، سفر به مارس رو رهبری کرد. بیچارهای بدبخت، شما میخواین قنبل هوا کنید بعد فولاد مملکت رو متوقف میکنید؟ وای آخه استاد چرفشوی، واقعا شرم‌آورم از کسانی که اونجا هستن، کسانی که نماز میخونن، کسانی که درجه مرجه چیزی دارن، کسانی که لقب دکتر و استاد و حالا توده عوام که نمیفهمه هیچ، ما به نفهمه آقا طبقه تحصیل کرده و فهمیدی پفشزار بزنید، نقدشون کنید، روزنامه در بیارید، خبر بو. الان که دارن بحث میکنن، الان استاد چرفشوی بحث های خیلی تند و تیز میکنن، فقط یک ذره غیرت و شهامتی استادای کرواتی ها، این فوکولی ها، این ریشوها داشته باشن، بیان به این اولاغا بگن احمق دنیا کجاست؟ تو شرکت فولاد مملکت متوقف میکنی برای که نماز جماعت بخونید و نماز پخش بکنی؟ احمد شرماور استاد چرفشایی، مردمی هستن که
واقعا شور. من از روشن فکرا میگم، از تحصیل کرده ها میگم، از نظامی ها میگم که شاه اونقدر زحمت کشید شما ها رو ساخت، پرورش داد، چی شدین شما که تا این حد لاعبال و بیخیال هستین توهین به زنان، دختران، فرزندان و فرهنگ خود. بله، بسیار ممنون از شما، مطالب جالبتون رو همه سراسر دنیا از طریق تلویزیون جهانی پارس شنیدن. امیدواریم که در حال همیشه شما رو در این برنامه ها با مطالب جالبی که بیان میکنین همراه داشته باشیم. تا هفته آینده شب و روز خوشی رو براتون آرزو دارم. بدرود استاد شبشایی، روز شب خوش. بسیار ممنون. بینندگان عزیز، برنامه ما در اینجا پایان گرفت. همراه آقای دکتر قرقزدو، سیاوش عبستا و امیر شهرتی کارگردان برنامه با شما خداحافظی میکنم و تا هفته آینده شب و روز خوشی رو براتون آرزو دارم. بدرود تا درود دیگر.